سلام به کانال اسان اکسپلنت خوش اومدین تو این ویدیو میخوام توضیح بدم که اگر دو نفر هستین و میخواین اپلای بکنید بهترین استراتژی چیه و بهتره چطور اپلای بکنید اگه تازه به این کانال اومدین اسم من احسانه و توی این کانال درباره اپلای بر دانشگاه آمریکا پیدا کردن کار بعد از فارغ تحصیلی از دانشگاه تو این کشور و همچنین تجربیات خودم توی زندگی ویدیو میسازم اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد میتونید سابسکرایب کنید و دکمه زنگ هستونم بزنید که هر موقع ویدیو جدیدی گذاشتم شما رو مطلع کنه خب بریم سراغ موضوع این ویدیو ایده اصلی این ویدیو از اینجا به ذهنم اومد که خیلی از من میپرسیدن که ما اگه دو نفر هستیم چطوری اپلای بکنیم و امروز هم یه پیام به من توی اینستاگرام تو دایرکت داده بودن که حالا پیام براتون اینجا میذارم روی ای تصویر نوشته که سلام تو رو خدا جواب منو بده من, من نامزدم میخوایم اپلای کنیم هر دو تامون رزومه‌مون قویه ولی میترسیم هر کدوم بیفتیم یه کشور و از هم جداشیم خیلی این موضوع خیلی نگران این موضوع هم لطفا یه راهنمایی بکنید چه راه حلی وجود داره ببینید توی یه همچین شرایطی خب درست هر دوتون رزومتون قویه ولی اون یکی هست که رزومش واقعا قوی تره علاوه بر رزومه موارد دیگه هم تاثیر میذاره اون ریکامندشن هایی که میتونید بگیرید نمرات زبانتون و چیزای دیگه که اون پارامترهایی که تاثیرگذار رشتهتون اونی که راحت تر میتونه ویزا بگیره برای رشتهش میدونی چی میگم یعنی اون اپلای بکنه چون اونی که پذیرش رو میگیره ویزای F1 میشه و اونی که همراه میاد میشه ویزای F2 خب میتونید این کار رو بکنید پس اونی که بهتره شرایط بهتری داره شانس گرفتن ویزای بالاتری داره رشتهش جوریه که خب خیلی راحتتر میتونه ویزا بگیره گیرش کمتره اون میتونه اپلای بکنه و نفر بعدی بیاد و بعد از اینکه وارد خاک آمریکا شدن اپلای بکنه برای سال بعدش چون میدونید اپلای کردن برای دانشگاه آمریکا شما پذیرشتون باید از, از, یک سال قبل تقریبا باید اپلای بکنید مثلا اگر توی فال میخواین پذیرش بگیرین فال از آگست شروع میشه شما باید از نوامبر سال قبلش ددلاینش یعنی نوامبر سال قبلش شما دیگه دکمه آخر رو باید زده باشین خب یه مدت قبل از اون طول میکشه تا خودتون آماده بکنید مدارکتون آزاد بکنید و تمام این کارا که توی این ویدیوهایی که صفر تا صده که برامرزی کردم گفتم که چطور اپلای بکنید همه اینا رو توضیح دادم ولی در کل حرف من اینه که اونی که رزومه بهتری داره و شانس پذیرش بالاتری داره رشتش جوریه که راحت تر میتونه ویزا بگیره اون اپلای بکنه همه این پارامترها رو مد نظر قرار بدین اون نفری که رزومه بهتری داره و شرایط بهتری داره پذیرش رو گرفت نفر دوم توی ایران پیشنهاد اینه که مثلا کاری که ما خودمون کردیم این بود توی ایران تقریبا یکی دو هفته بعد از اینکه پذیرش من اومد چند هفته قبل از اینکه ما اصلا بلیت هواپیما باشه خانومم امتحان آیلتسش رو توی خود ایران داد و نمره آیلتس رو داشت خب نمره آیلتس هم اعتبارش دو ساله شما موقعی که میخواین اپلای بکنید هنوز اعتبار داره ولی برای جی آر ای میخوند جی شو توی آمریکا داد خب مدت زمانی هم که جی ای ولید هست و میتونید ازش استفاده کنید بالاتر پنج سال اعتبار داره پس میتونید هم امتحان زبانتون هم امتحان جی آر با هم که دارید میخونید میتونید پارتنرهای خوبی هم باشین که با هم دیگه زبانتونو بخونید ولی خب موقعی که اپلای کردن یکیتون اپلای بکنه حالا سود دیگه که این کار داره اینه که وقتتون که خب با هم کار میکنید خب خیلی بهینه میشه سود بعدش اینه که وقتی که دارین اپلای میکنید خب تعداد دانشگاه زیادی باید اپلای بکنید خب اگر دوتاتون همزمان بخواید اپلای بکنید هر, هر کدوم هم ده پونزه تا دانشگاه بخواد اپلای بکنه هزینه اپلیکیشن فی و کل این داستان ها و اینکه شانس این که توی یه دانشگاه بتونید پذیرش بگیرید خیلی میاد پایین ولی خب ممکنه بگین که اوکی مثلا ما پذیرش میگیریم دو دانشگاه متفاوت یه ترم دور از همدیگه خواهیم بود و بعدش مثلا اون اپلای بکنه برای دانشگاه من اونو انصراف بده بیاد این و خیلی داستانش زیاد میشه خیلی سخت میشه خود زندگی کردن اینجا به تنهایی خودش کلی استرس داره حالا فکر کن شما همون سال اول هم که میای از هم بخواین جدا زندگی بکنید واقعا به استرسش نمیارزه که ساپورت روحی نتونید همدیگه رو بکنید اون سالای اولی که دارید میای پس پیشنهاد که با هم بیاین یعنی یکیتون که بهتر اپلای بکنه شرایطش مناسب تره که توضیح دادم اپلای بکنه نفر دوم و ویزای F2 میاد خب وقتی که F1 F2 میایم بعد از اینکه وارد شدیم به خاک آمریکا اون وقت شما میتونید چیکار کنید اپلای بکنید برای سال بعدش ددلاین سال بعد در نظر بگیرید اپلای بکنید برای سال بعد امتحان زبانتون رو که دادین ایران حالا اگر ندادین بازی چند ماه وقت داریم وقتی که میایین وارد آمریکا میشین که امتحان زبانتون هم بدین و اپلای بکنید چون به محض که شما وارد خاک آمریکا میشید آگست وارد میشید مثلا خب آگست که وارد بشین نوامبر ددلاین سال بعده پس وقت آنچنانی هم ندارید که بگید مثلا برم اونجا آماده کنم خودم و نه از همون موقع که تو ایران هستی خودتون آماده کنید امتحانات زبان و جیاریتونم هم بدین که دیگه با خیال راحت بیاین اینجا و اپلایتون رو انجام بدین و در هزیناتون هم صرفه جویی میشه چون که شما که الان اومدین اینجا این خودش یه پوان مثبته چون شما در حال حاضر تو خاک آمریکا هستین و اپلای میکنید حتی میتونید نزدیک استادا رو ببینید ریسچ گروهاشون رو ببینید خب این خیلی خوبه و اپلایتون رو برای همون دانشگاه انجام میدین حالا این نکته هم بگم که وقتی که یکی با ویزای F1 میاد و همسر با ویزای F2 میاد F1 تو ویدیو قبلی گفتم که شما برای سوشال سکیوریتی نامبر اگه میخواین اپلای بکنید F1 اجازه کار توی دانشگاه داره پس سوشال سکیوریتی نامبر داره ولی کسی که با ویزای F2 میاد سوشال سکیوریتی نامبر نداره چون اجازه کار نداره خب برای همین وقتی که شما میاین فقط اونی که F1 میتونه سوشال سکیوریتی نامبر داشته باشه برای همینه که اون فقط میتونه کردیت کارت بگیره اون میتونه کارهای مربوط به چیزی که سوشیال سکیوریتی نامبر لازم داره رو انجام بده نفر دوم نمیتونه حالا یه سری کارا هست بعضیا مثلا کریدیت کارت میخوان برن بگیرن خانومشون رو که رو ویزای F2 وصل میکنن به اون که براش هیستوری ساخته بشه خب از این کارا میشه کرد ولی خب ویزای F2 رو بعد از اینکه شما پذیرش گرفتین میتونید تبدیلش کنید به ویزای F1 حالا اینجا دو تا راه حل هست برای اینکه ویزای F2 رو تبدیل کنید به ویزای F1 راحل اول اینه که شما از آمریکا خارج بشین و عین کسی که ویزای F1 گرفته برید به یه سفارتی و بریم ویزاتون رو بگیرید که ما اصلا گفتیم این آپشن رو در نادیده میگیریم گفتم اصلا به هیچ وجه این کار نمی کنیم چون نمیخواستم اون اتفاق بیفته که اگر خدای نکرده ویزا ندن خب مثلا من اینجا تنها بخوام بمونم راه حل دوم چه راه دوم اینه که شما تو خاک خود آمریکا اپلای بکنید که برای اونم با اینترنشنال سنتر دانشگاهتون صحبت میکنید یه سری فرم هست پر میکنید مدارکتون آماده میکنید و مدارکتون رو دانشگاه پست میکنه به یو اس که USCIS رو دیگه فکر توی ویدیو اپلای اصطلاحات اپلای همه اینا رو توضیح دادم اون مرکز امور مهاجرت و ایناست و منتظر میمونید بعد از اینکه مدارکتون رو فرستادین منتظر میمونید تا تبدیل ویزاتون بیاد حالا اینجا ممکنه طول بکشه ممکنه یه هفته ای ویزاتون تبدیل بشه از F2 به ممکنه دو ماه طول بکشه ممکنه یک سال طول بکشه کسی نمیدونه چقدر طول میکشه ولی در نهایت میدن ویزا رو خب ممکنه طول بکشه ولی میدن ولی خب خوبیش اینه که شما پیش هم دیگه هستین حالا فرض کن شما از هم جدا بشین اون برگرد ایران که دوباره بخواد بره ترکیه یا دبی یا ارمنستان یا هر جای دیگه که ویزاشو بگیره خب اون،, اون, یه مدار بد میشه ولی ما کاری که کردیم این بود که ما آمدیم یه نامه در حد یک صفحه نوشتیم و توضیح دادیم که مثلا ریسرچی که خانم میخواد کار بکنه رو چیه درسته شاید هنوز استادتون مشخص نشده ولی میتونید با دپارتمان صحبت بکنید که یه استاد مثلا حالت پروپوز مثلا کسی که بهتون پیشنهاد شده مثلا این میتونه استادتون باشه بیاد در به ریسرچش توضیح بدین که میخواین روی اینا کار بکنه. دقیقا همون سوالاتی که توی ویزا از شما میپرسن رو شما بیاین خودتون از زبان خودتون یه توضیحی بدین به صورت نوشتاری بنویسین که میخوام روی این کارا انجام بدم و این داستانا خب چرا این کارو میکنیم دلیل اولمونه که شما وقتی که از توی خاک آمریکا دارید ویزای F2 رو تبدیل میکنید به ویزای F1 مصاحبه ندارید دیگه مثل سفارت نیست که شما میرید و مصاحبه میشین شما همین الان تو خاک آمریکا هستین فقط مدارکتون رو میفرستین در این دوم اینه که وقتی شما خودتون میان اینا براشون توضیح میدین این باعث میشه که اون پروسه احساس میکنن میون داشت سرعتش بیشتر بشه چون وقتی طرفدار پرونده شما رو میخونه این جواب این سوالا رو که میبینه شما توضیح دادین که مثلا روی این میخوام کار بکنم برام هم اینه این فیلم تایم تا تاثیر مثبت میذاره نوشتن اون نامه میذاره زمان میبره اگه توی گوگل سرچ کنید که سوالات سفارت چیه مثلا اون نه که مثلا سوالا رو بنویسین و جواب بنویسین براشون در قالب یه متن نامه باید اون رو توضیح بدین خب که اینا هم باید وصل باشن نه یعنی سوال بنویسین و جواب زیرش توضیح بدین مثل یه نامه میخواین برای یه کسی بفرستین یه یعنی نفر میخواد شما مصاحبه کنه ولی در قالب یک نامه در حد یه صفحه یه صفحه و نیم حالا هر تونستین اینا رو توضیح بدین براشون حالا این رو بذارید روی اون مدارکی که دانشگاه قراره به بفرسته برای USCIS این فکر کنم تاثیر خیلی مثبتی میذاره برا ما تبدیلش سه ماه طول کشید یعنی از موقعی که ما مدارک رو فرستادیم تا ویزای F2 تبدیل شد به F1 سه ماه طول کشید تبدیل میشه اون میشه f و اون هم دیگه میتونه سوشال سیکیتی نامبر بگیره و کارهای مربوطه همین دوست داشتم این ویدیو رو توضیح بدم چون که ایشون هم از من این سوال پرسیده بود گفتم شاید ویدیو مفید باشه چون خیلی هم از من این سوال رو میپرسن دیگه از این به بعد این, این ویدیو رو پیشون میدم میگم به این ویدیو رو نگاه کنید مرسی که ویدیو رو نگاه کردین تو ویدیو بعد میبینم اتون.